حتما مطلع هستید که در سالهای گذشته شرکت‌های دانش بنیان و نوپا استارتاپ‌ها خیلی فعالیت‌های جدی و خوبی رو شروع کردند. خیلی از اتفاقاتی که الان داریم می‌بینیم محصول همین شرکت‌هاست. حتی خیلی از محصولاتی که ممکنه الان استفاده می‌کنیم، محصولاتی که ممکنه حالا فیزیکی باشن یا نه در قالب نرم افزار در گوشی‌های همراهمون استفاده میشن، ممکنه جزء این محصولات باشند، نشان از این دارد که به دانش توجه ویژه‌ای شده و کسانی که بر پایه دانش دارند فعالیت‌های را انجام میدند فرصت و موقعیت تازه‌ای یافتند برای انجام کارهای خودشون. مهمان عزیز و گرانقدری داریم، جناب آقای پرویز کرمی، رئیس مرکز دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق. قربان، سلام، صبح شما بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون جناب آقای رونقی، منم خدمت شما، بینندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمت شما هستم. سلامت باشید. من حفظیاتم چون ضعیفه از رو متن خوندم، چون طولانی هم بود خدایی، ولی بخوام اینم این ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، این بخش فناوری‌های نرمش دقیقاً چیه؟ اگر کارهای معاونت علمی رو در قالب تجاری سازی فناوری‌ها و حمایت از تحقیقات مرز دانش تعریف کنیم و همینطور رشد و توسعه و کمک به شکل‌گیری شرکت‌های دانش بنیان و خلاق، ستادهای مختلفی در معاونت علمی شکل گرفتن و دارن فعالیت میکنن. شما ستاد نانو رو حتما شنیدید، ستاد بایو یا زیست فناوری رو شنیدید، ستاد سلولهای بنیادی، ستاد هوافضا. ما یک ستادی هم داریم که به موضوع فناوری‌های نرم، اون چیزی که مربوط به فکر و ذهن و ایده و خلاقیت مربوط میشه، تحت عنوان ستاد فناوری‌های نرم میپردازه. حدود 20 رشته یا 20 موضوع رو ما تعریف کردیم که این ستاد به اون میپردازه، از همین کاری که شما درش مشغول هستید، از رسانه‌های دیداری و شنیداری شامل میشه که فیلم و انیمیشن و پویانمایی رو به عهده میگیره، تا یادگیری، آموزش، تبلیغات، بازرگانی، بازی، گیم، اسباب بازی، ورزش، تندرستی و هر چیزی که به موضوع فکری و دخل و تصرف انسان در طبیعت و به خدمت گرفتن نوآوری مربوط میشه، این رو فناوری‌های نرم میگیم. حالا من در ابتدا سعی کردم یه توضیحی راجع به دانش بنیان‌ها بدم، اما فکر می‌کنم شما تعریف درست‌تر و جامع‌تری بتونید به ما بدید درباره این که اصلا دانش بنیان به چه مفهومی است، شرکت‌های دانش بنیان به چه شرکت‌های اطلاق میشن و چه کار میکنن. بله، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. ببینید، هر چیزی که مترتب بر تکنولوژی و فناوری باشه و ما بتونیم از طریق تبدیل علم به محصول یا خدمت انجام بشه و برای کشور مورد نیاز باشه، از یک تکنولوژی و فناوری بالا برخوردار باشه، ما به اون محصول یا خدمت میگیم دانش بنیان. در واقع شرکت خودش دانش بنیان نیست، بلکه یک محصول یا یک خدمتی رو تولید میکنه یا عرضه میکنه که ما به اون میگیم دانش بنیان. دو نوع شرکت هم الان در معاونت علمی تحت پوشش هستن و به اونها خدمات، تسهیلات و رسیدگی میشه. یکیشون شرکت‌های دانش بنیان هست با همین تعریفی که عرض کردم، یکیشون هم شرکت‌های خلاق که مبتنی و بر نوآوری، به خدمت گرفتن نوآوری با جوهره خلاقیت و با مدل نوینی که در کسب و کارشون به کار میگیرن شرکت‌های خلاق میشن. یه ذره شرکت‌های خلاق میشه بیشتر بازش، شرکت‌های خلاق در واقع همون شرکت‌های دانش بنیانی هستن که لزوماً از تکنولوژی بالا برخوردار نیستن. شما مثل اینکه مثلا دارید در یک حوزه‌ای تو حوزه ورزش فعالیت میکنید، از خلاقیت و نوآوری بهره میگیرید، از مدل‌های جدید کسب و کار بهره میگیرید که در حوزه ورزش کسب و کار نوپایی داشته باشید، منهای بحثی که مثلا توی زمین چمن یا در یک استادیوم ورزشی میگذره، برندسازی برای یک ورزشکار، استفاده کردن از نرم افزارهایی که منجر میشه شما ورزش کنید، همین گوشی هایی که
هوشمند از شما اگه دستتون بگیرید، یه نرم افزارهای اصطلاحا روش هست، گام شمارها. بله. این که این شما رو چجوری ترغیب کنن شما از این گام شمار استفاده کنید و ضمناً از این گام شماری یا یک نفعی به جامعه برسه یا یک سودی به منی که شرکت خلاق دارم برسه. خب قاعدتاً وقتی توجه ویژه‌ای وجود داره به دانش بنیان‌ها، در واقع شرکت‌هایی که محصول دانش بنیان دارن و این توجه رو رهبری هم داشتن در این زمینه، به نظر میاد ماجرای صندوق نوآوری شکوفایی که سالهاست تأسیس شده باید کمک حال باشه. چه کار میکنه این صندوق؟ ببینید، ما قبل از اینکه به موضوع صندوق بپردازیم باید خدمت شما و بینندگان خوبتون عرض کنیم که ما در حوزه دانش بنیان ها بیشتر به عنوان یک نهادساز یا کسی که یا سازمانی که ایجاد کننده اون زیستبوم هست توجه داریم. ما در درون زیستبوم بازیگران مختلفی داریم، همونطور که شما میگی شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های خلاق، استارتاپ‌ها، مراکز نوآوری، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و نوآوری، صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق نوآوری شکوفایی. این زیستبوم نیازمند یک نظام تأمین مالی مشخص هست، یعنی فرقی رو باید با بانک‌ها داشته باشه. شما وقتی به یک بانک معمولی، یکی از این بانک‌های کشور مراجعه می‌کنید و مثلا تسهیلات، وام می‌خواید یا نیازمند مشارکت اون بانک در کارتون هستید، معمولاً بانک‌ها میان و اسست‌های فیزیکی یا داشته‌های فیزیکی شما رو مورد ارزیابی قرار میدن در کنار بیزینس مدل و بیزینس پلنتون که آیا به شما وام بدن یا نه. مثلا میگن شما چقدر زمین دارید، چقدر سوله دارید، امکانات و داشته های تجهیزاتی و دستگاهیتون چجوریه. تو حوزه دانش بنیان ما اینا رو نداریم. یه شرکت خیلی کوچیکیه که بیشتر بر روی فکر، ایده و محصولی که تولید دانش هست داره کار میکنه. یعنی میان میپرسه که تو چه ایده ای داری، نه چه فکری داری. من بگم بانک معمولی زمانی به شما وام میده که شما احساس کنی شما دارایی های فیزیکی زیادی داری. صندوق نوآوری و شکوفایی به شما زمانی وام میده، تسهیلات میده، با شما مشارکت میکنه که شما داشته دانشی بالا داشته باشی. آها، یعنی میاد وقتی بانک میاد روی برای اینکه اون وامی که میخواد بده رو تضمین بکنه و برای خودش یه نوعی گارانتی بکنه، میاد روی املاک من یا آنچه که دارم، دارایی هام، ماشینالات، دستگاه ها، سوله هایی که شما دارایی های نقد شونده، دارایی های نقد شونده، ولی این میاد روی دانش من حساب میکنه. صندوق نوآوری شکوفایی به عنوان یک صندوق جسورانه یا ونچر کپیتال شکل گرفته که کاری نداره که شما چی داری دارایی، بلکه بیشتر به دارایی های دانشی، مالکیت معنوی شما و اون خلاقیتی که میتونه منجر به یک تولید یا یک خدمتی بشه توجه میکنه. در واقع صندوق نوآوری شکوفایی به این دلیل به وجود اومده، صندوق نوآوری شکوفایی برای اینکه بتونه همین نگاه خودش رو در کل استانها توضیح کنه و یک فردی که مثلا در سیستان و بلوچستان، در ایلام، در هرمزگان هست، نیاز نباشه بیاد تهران. ما در هر استانی یک صندوق پژوهش فناوری داریم که شکل کوچکتری از صندوق نوآوری شکوفایی، با این فرق ممیزه نسبت به سایر بانک‌ها. بانک‌ها عمدتا دولتی هستند یا متعلق به بانک‌های خاص هستند. اینجا 51% دارایی‌ها، داشته‌ها متعلق به بخش خصوصیه، 49% به بخش دولتی. خود این کار باعث شده که این افراد برن و توانمندی و داشته های بخش خصوصی در زمینه دارایی ها و مالکیت مادی و پولی اونها رو بیارن در صندوق نوآوری شکوفایی، در صندوق پژوهش فناوری افزایش سرمایه صورت بگیره تا در یک موضوعی که در شرکت خلاق یا شرکت دانش بنیان داره فعالیت میشه سرمایه گذاری بشه. این یعنی مقدار راحت شده کار برای کسانی که فعالیت دانش بنیان دارند. بله. یعنی دانش بنیان ها یک صندوق، نظام تأمین مالی متعلق به خودشون دارن که اسم اون هست صندوق نوآوری شکوفایی. امکان سوء استفاده داشته یا داره؟ بله، امکان که هر جایی هست، اگر دستگاه‌های نظارتی نباشن، اگر سازمان ها و ساختار های نظارتی نباشن، خدای نکرده ممکن امکانه سوء استفاده باشه. منتها چون تا حالا این اتفاق نیفتاده، همینو میخواستم. نه تا حالا اتفاقی همچین چیزی که بخواد در اون صندوق یا در اون صندوق ها این
خدای نکرده سوء استفاده صورت بگیره، نه اتفاقی نداشتیم. و مجلس مسببه خاصی داشته این که بخواد مجلس هم بله دو تا قانون خیلی خوب ما در مجلس در حوزه دانش بنیان ها داشتیم، یکیش سال 89 که اتفاقا صندوق نوآوری شفاهی متعلق به همون محصول اون مسببه است، و مسببه ای که اخیراً در اردیبهشت ماه سال جاری مجلس محترم شورای اسلامی داشت، قانون جهش تولید دانش بنیان، که باز این قانون قبلی رو که یه قانون خیلی خوبی بود اما خب مشکلاتی داشت، چالش‌هایی داشت که در طی این 10 سال شناسایی شده بود، اومد و اونها رو رفع کرد. و اتفاق خیلی خوبی که امسال افتاد همین قانون جهش تولید دانش بنیانه که برای شرکت‌های دانش بنیان و برای شرکت‌های خلاق یک ریل گذاری 10 یا 15 ساله آینده رو داد و اتفاقات خیلی خوبی با اجرایی سازی این قانون صورت میگیره. و باز خوشبختم خدمت بینندگان شما بگم که 2 روز پیش اولین جلسه شورای عالی فناوری راهبردی که در واقع شورای عالی اجرایی سازی همین قانونه به ریاست رئیس جمهور محترم و اعضای اصلی که وزرا بودن و 4 نفر از نمایندگان مجلس که حضور دارن نظارت کنن به اصطلاح انجام خوب این قانون شکل گرفت و فکر میکنم اولین آیین‌نامه یا مصوبه‌ای که دولت نیازمند اون بود که به موضوعات و حمایت‌های دانش‌بنیانی به پردازه اقدام شد، که باز یکیش مصوبه مالی بود که شرکت‌های دانش‌بنیان بتونن بهتر از این مصوبات استفاده کنن. یه کار خوب دیگه هم که باز مجلس کرد 3000 میلیارد تومان گردش مالی این صندوق بود که سال 89 مسبب شده بود، از بودجه عمومی مستقیما برمی‌داشتن و تزریق می‌کردن در صندوق. امسال هم مجلس مسبب کرد 3000 میلیارد تومان دیگه به این صندوق تزریق بشه. این عدد یعنی در طول سالها تغییر نکرده، با تورم افزایش خاصی اصلا نداشته؟ یک بار اون 3000 میلیارد تومان مسبب شده که از بودجه سالیانه ریخته شه، امسال هم مسبب شد. این بودجه ها گردشیه دیگه، یعنی من شرکت دانش بنیان میام از صندوق با گزارش و در واقع افسی که میدم دریافت میکنم، میرم کارم انجام میدم، به موقع میام برمیگردونم، این چرخشه دائم ادامه داره. به عنوان آخرین سوالم و جمع‌بندی، ما بالاخره الان یک کارنامه‌ای داریم از حمایتمون از شرکت دانش بنیان و فعالیت های دانش بنیان یا مبتنی بر شرکت هایی که دارن فعالیت برپای دانش انجام میدن. این اگر بخوایم مقایسهش بکنیم با کشورهای دیگر، به ویژه که ما خودمون رو با کشورهای پیشرو داریم مقایسه میکنیم، چگونه بوده؟ اونها هم همین کارو کردند، یعنی ما الگو برداری از اونها کردیم یا نه ایده های خودمون رو داشتیم و درش موفق بودیم، چگونه بوده؟ در موضوع علم، در موضوع فناوری، الگو برداری کردن، حتی تقلید هیچ ایرادی نداره. شما وقتی میبینید یک کشور در یک موضوع یک کار خوبی رو انجام داده، شما مجبورید، هیچ مشکلی نداره. اما مقلد باقی موندن ایراد داره. ما باید دانش رو کسب کنیم هر جایی که هست، اما خودمون هم باید تولید دانش داشته باشیم. اصطلاحاً بومی سازی که میگن یه جورایی، بله، بعضی از مدل رو برای خودمون بومی بکنیم. بله، بعضی از مواضع بومی سازی میشه، خیلی از مواقع هم نه، اما خودمون تولید کننده این موضوع هستیم. ببینید، ما 1% جمعیت دنیا رو داریم حدوداً، 1% خاک دنیا رو هم داریم، اما 2% تولید علم دنیا متعلق به ما ایرانیاست. گیری که الان ما داریم ایرانیان داخل کشور، نه ایرانیان، بله، یا هر جایی هم ایرانی دیگه، ایرانی چه ایران باشه چه خارج از کشور باشه، ولی خب عمدتاً ایرانیان داخل کشور هستن. بله، ما موضوعی که الان باهاش چالش داریم و باید بهش توجه کرد، این علم باید تبدیل به ثروت بشه. این علم، 2% علمی که ما داریم، باید اصطلاحاً پتنت بشه، باید محصول بشه، باید بیاد خودش رو تو جامعه نشون بده. شروع خوبی طی این دهه در موضوع اقتصاد دانش بنیان شکل گرفته. خب تعارف که نداریم، ما اقتصادمون اقتصاد نفتی بود و هست. زمانی که نفت فروش خوبی داره، میریم به سمت واردات. زمانی که نفت فروش خوبی نداره، سعی میکنیم خودمون تولید کنیم. اما موضوعی که الان داره تو کشور به جد پیگیری میکنه کشور، این رو همین موضوع اقتصاد دانش بنیانه. ما داریم یک زیست بومی رو تقویت میکنیم، ساخته شده، تولید شده، آماده شده، الان داریم. به خاطر همین هم هست که ما در دوران کرونا در کنار ایثارگری
قشر پرستارمون، پزشکامون، به کمک فناورامون تونستیم تجهیزاتی که اونا مورد نیاز هستند و دارن رو تأمین کنیم، بهشون بدیم. نمیشه شما تو ایران بگید ما تولید کننده دستگاه ونتیلاتور هستیم و واقعا هم هستیم و در دوران کرونا هیچ کشوری به ما نمیداد، خودمون تولید کردیم. حواسمون نباشه که این تولید ونتیلاتور متکی بر یک سری از فناوران، یک سری از دانشمندان، متکی بر شرکت‌های دانش‌بنیانیه که تونست از این دانش انباشته شده نهفته در ایران استفاده کنه. ببینید، ما بعضی موقع میگیم آقا این چه وضعیه، چرا اینجوریه. یادمون باشه همین دانشگاه‌های ما دارن نیروی انسانی رو تولید می‌کنن، پرورش میدن که رتبه چهارم نانو رو تو دنیا دارن. یعنی در علم نانو ما چهارم دنیا هستیم، در علم مهندسی ما پنجم دنیا هستیم، در حوزه بیوتکنولوژی ما هفتم هستیم. همین چند وقت پیش بود که شاید دو هفته هم نشده، پرتابگر ماهواره بر ذوالجناح ما خب کار خودش رو نشون داد در منظر و مرعای عمومی. اینو دیگه کسی به ما نداده. چرا؟ چون ما اصطلاحاً 40 ساله تو تحریمیم. اینو دیگه مخصوصاً در یه چیز زمینه‌ها که انقدر صفر تحریمیم که تقریباً جزء غیر ممکن هاست و ما شدنیش کردیم. اینم من به شما بگم، خیلی کوتاه و بفرمایید، فرصتتون تمام هست. ببینید، متاسفانه ما داشته‌های خودمون رو خوب نمیتونیم عرضه کنیم. مایی که در حوزه هوا فضا تو ده کشور باشگاه صنعتی و فضایی دنیا هستیم، هنوز جوانای ما نمیدونن که ما هم سامانه‌های زمینیمون، یعنی ارتباط بین ماهواره بر ماهواره و سامانه‌های زمینی، هم پرتابگرهامون رو هم ماهواره‌هامون رو خودمون میسازیم. دلیلش چیه؟ دلیلش انصافاً عدم توجه به بیان کارهای خوب و داشته‌های خوبمونه. من فکر می‌کنم برنامه‌های خوبی مثل شما که استمراری هستن، یه بخشی رو باید به این موضوعات قرار بدن. این برنامه در اختیار شما و فرصت همیشه هست برای این که ما بتونیم از این دستاوردها هم رونمایی بکنیم، هم توضیح بدیم آنچه که اتفاق افتاده. چون به نظر من ما یک رونمایی رسانه‌ای همیشه داشتیم دیگه. ببینید، ما رونمایی گذاشتیم، یه وقت خیلی ها نمیدونم، فکر کنم هنوز برای رونمایی باشه. اینو ببین، اینو من چرا اصرار میکنم، 15 سال ما فضایی شدیم، اما 15 تا برنامه فضایی تو همین تلویزیونمون نداشتیم. 15 سال ما شاهدیم که هر روز این دانشمندان جوان ما ماهواره‌هاشون میره تو مرز و جو قرار میگیره. چرا نباید صدا و سیمای ما برنامه فضایی داشته باشه؟ شما حمایت کنید، صدا و سیما میسازه. حتما. خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای کرمی عزیز و بزرگوار. امیدوارم که هر کسی که در این حوزه ها فعالیت میکنه دلگرم باشه به کاری که داره انجام میده و این کار رو در کشور خودش انجام بده و قطعا ایران سربلند خواهد شد در این صورت.